کاخ تنهایی خاطرات پرنسس سریا اسفندیاری بختیاری ملکه ایران مترجم امیر هوشنگ کاووسی در پایان صده گذشته دو اموزاده تقریبا همسن بر سرزمین بختیاری که در مرکز ایران قرار دارد حکومت داشتند. یکی از آنها سردار از عد از آن دیگر دختر چهارده سالش را خواستگاری کرد. خود او از ازدواج پیشین فرزندانی داشت مسنتر از این دختر جوان. پس از گفتگوهای طولانی و رد و بدلهای شایان مقام هر یک پسر امو رضا به این وصلت داد و سردار اسعد هم برای تبادل احترام و سپاس جوانترین دخترش را برای همسری به پسر امو داد. سردار اسعد پدر بزرگم بود. او صاحب خدم و حشمه فراوان و سواران زیادی بود و پس از ترک زندگی سهرانشینی دست به تأسیس و ساختن چندین آبادی زد. چاههایی حفر کرد و به کشاورزی پرداخت. دیگر بستگان و اموزادگان و اموها و داییها نیز به او تحصی نمودند و هر جا که آب سراغ می کردند همانجا مقیم می شدند. دیگر خانها نیز دست به ساختن خانه برای خود و بستگانشان زدند و حرمسراهایی برای زنان و سیغه هایشان بنا کردند. از این زمان است که کشاورزی آنها گسترش پیدا می کند که محصولات کشاورزیشان بازارهای اصفهان را پر می رودخانه کارون که از سلسله کوهستان زاگروس سرچشمه می گیرد و تنها رود قابل کشتیرانی کشور است از قلمرو حکومت او می گذشت. قایقرانان و زورقچیانی که در مسیر رودخانه یا از عرض آن عبور می کردند، بایست حق گمرک می پرداختند. با پول این درآمد، پدر بزرگم چندین پل معلق و جادهی که در این زمان تنها راه ارتباطی به سوی خلیج فارس و اقیانوس هند به شمار می رفت را احداث کرد. مسافران و کاروانیان حق عبور به معموران پدر بزرگم می پرداختند که در ازای آن امنیت جان و حفاظت از اموالشان ضمن مسافرت تضمین می گردید. پدر بزرگ و اجداد من مردانی بودند لایق و با تجربه. در سال 1283 خورشیدی در یک روز خوشاب و هوا جورج رینولدز نماینده سرمایهدار معروف لندنی ویلیام ناکس دارسی به سراغ خانهای بختیاری آمد و با آنها گفت که از سه سال پیش بیهوده به دنبال یافتن نفت در ایران بوده است. او گفت جناب خان با اجازه پادشاه ما اقدام به حفر چاههایی در مرز شمال غربی کشور نمودیم و تا کنون 170 هزار لیره را در این عملیات سرازیر کردیم بدون اینکه قطره نفت نمایان شود. ما به کمک شما و دیگر خانهای بختیاری احتیاج داریم تا تحقیقات و کشفیاتی در نزدیکی مسجد سلیمان انجام دهیم. شاید شانس بیشتری در آنجا در انتظارمان باشد. ما دوست داریم مردان شما میدانهای نفتی را حفاظت کنند و البته آماده ایم حق و زحمه را به طور مناسبی پرداخت کنیم. پدر بزرگم سردار اسعد پاسخ داد اعتماد شما موجب خوشفختی ماست اما این کوشش بزرگ باید با روح برادری انجام گیرد. ما نمیخواهیم مزد بگیر شما باشیم بلکه خواهیم شریکتان باشیم. ما خواهان ده درصد سود حاصله در این شرکت هستیم. جورج رینولدز وحشت زده فریاد کشید در این صورت پیش از اینکه بهره برداری من شروع شود و شکست خواهیم شد. سردار اسعد با لحنی معدبانه گفت در این صورت بهتر است از نقشتان منصرف شوید. اما قدمتان همیشه نزد ما مبارک است. آقای رینولدز پدر بزرگم می پنداشت با گذشت زمان توقعاتش مورد قبول واقع می شود ولی افسوس پیش از آنکه که مذاکرات ادامه یابد در همان سال او و پدرش درگذشتند اوزا ناگهان دگرگون شد زیرا که دارایی دو مرد می بایست میان وارثان متعدد تقسیم می شد پدرم هفت برادر داشت اما هیچ یک از بختیاری ها در این هنگام جدا از دیگران نمی توانست ثروتمند شناخته شود چرا که ایل سرگرم آماده کردن قیام مسلحانه علیه حکومت مرکزی بود و به پول نیاز داشت تا آن را صرف خرید تسلیحات کند اندک زمانی بعد بختیاری ها با تیره های دیگر ایل اتحاد کرده و مزفر شاه را مجبور ساختند تا در ایران رژیم پارلمانی ایجاد کنند دو سال بعد از امضای فرمان مشروطه فرزند او محمد علی شاه خواست که رژیم را به صورت نخست برگرداند اما از ایران رانده شد و پسرش احمد شاه که ده ساله بود به سلطنت رسید و به این طریق بختیاری ها در ایران بیش از پیش صاحب نفوذ شدند. اکنون که خانواده ما قدرت بیشتری را به دست می سعی داشت مشارکت پرسود تری در مؤسسه استخراج نفت به دست آورد ولی هیهات که کوشش بی حاصل بود چون انگلیسی ها نمیخواستند از شندرغاز سه درصد پیشنهادیشان برگردند یکی از اموهای من به جنرال کنسول انگلیس جان پریس گفت در این صورت در طول صد روز 97 روزش نفت خام برای شما و سه روز دیگرش را رو برای خودمان نگه می‌داریم. انگلیسی ها از ادامه مذاکرات سرباز زدند تا اینکه عموزاده دیگری جای این عموی مرا گرفت و سه درصد مورد بحث همچنان باقی ماند و دگرگونی پیش نیامد تا آنکه در سال 1288 خورشیدی شرکت تازه‌ای به نام Anglo Persian Oil Company مؤسسه اولیه را تحویل گرفت به این سبب بود که بسیاری از بختیاری ها آنسان خسم انگلستان شدند که در جنگ جهانی اول به آلمان گرایش یافتند و این گونه بود که تخم اختلاف کاشته شد. آنچنان که بعدها به گونه ای قاطع در وضع زندگی و کار پدرم اثر گذاشت و برای تحصیل او را روانه آلمان کرد که در آنجا با مادرم آشنا شد. مذاکرات بر سر نفت سالیان دراز ادامه یافت تا اینکه در پایان سال 1299 خورشیدی قراردادی تحمیل گردید که بنابر آن کمپانی نفت انگلیس و ایران به مشارکت بختیاری ها پایان داد و جز یک میلیون لیره برای سالهای جنگ مبلغ بیشتری پرداخت نشد و ایل بختیاری شروع به فقیر شدن کرد. سالهای سخت درماندگی برای بختیاری ها فرا رسید. به ویژه پدرم. او زیان ها دید چون که پیش از آن که به سن بلوغ برسد یکی از اموهای مسن او که سرپرستیش را داشت بخشی از میراث او را اختلاس کرد. گرچه برایش جز چند قطع زمین و سهم ناچیزی از نفت باقی نماند اما این درآمد برای هزینه زندگی در کشوری که در آنجا تبدیل ارز خارجی به سودش میشد کافی بود تا به تحصیل بپردازد باری خلیل اسفندیاری بختیاری در پاییز 1924 وارد پای تخت آلمان شد. محله کور اندام برلین مرکزی بود جهانی که در آن جشن در پی جشن برگزار می و چند کوچه دورتر از آنجا زنی زندگی میکرد. که سرنوشت خواست همسر پدرم شود مادر من من در اصفهان در مرکز سرزمین پارس ها به دنیا آمدم در خانه که گویا متعلق به یک شاه قاجار بود تمامی دور آن با باقی دارای بوته های گل سرخ یاس و خشخاش و برگ های لطیفش که گسترش می و دورتر درختان سرو، بادام، گیلاس و دیگر درختان میوه بود. در ته این بوستان هم امارتی کلاه فرنگی با دیوارهای پوشیده از پاپیتال دیده میشد. همانجا که نخستین دبستان من گردید. هر صبح خانم الی منتل شاگردانش را ته باغ پیش باز می کرد و آنها را به کلاس می برد. او زنی بود نسبتا فربه و همیشه خندان که موهای شاگردانش را نوازش میداد و خوب میدانست محبت آنها را به خود چگونه جلب کند خانم الی اصالتا اهل رنانی آلمان بود و به بچه های متخصصان آلمانی که برای مدرن کردن کارخانه ها به دعوت ایران در این کشور بودند درس میداد مادرم که برای پیوستن به پدرم در اسفهان برلین را ترک گفته بود مرا برای آموختن به خانم منتل سپرد. او میخواست من آلمانی را یاد بگیرم. زبان او را. من شمارش، نگارش و خواندن را یاد گرفتم. خانم الی بازی کردن با ارقام و کلمات را آنچنان به کار گرفت که ما مجبور شویم آن را دوست داشته باشیم. برایمان چیزی سرگرم کننده تر از آن نبود که روزهای هفته را با سر انگشتانمان بشماریم یا نام یک پرنده و گل را بنویسیم و نام گلها و کوهستانهای کشور مادرمان یعنی آلمان را در یاد نگه داریم. خانم الی زبان انگلیسی و فرانسه را می دانست. پیانو می نواخت و برای من هم طبیعی بود که زبان فرانسه و انگلیسی و پیانو زدن را بیاموزم. تعداد ما در دبستان او زیاد نبود. شاید شش یا هفت بچه. در فرارسیدن رسیدن سال روز تولد هر یک از ما، خانم معلم شیرینی و هدیه های کوچک به ما میداد. در 24 دسامبر آویختن گلوله های شیشه و حلقه به درخت کریسمس را به ما با گذار می کرد. همه چیز خوب و خیلی آراسته می شد. درست مثل آلمان کشور مادرم. بعد از ظهرها هم یک خانم ایرانی به خانه ما می آمد تا به من فارسی یاد بدهد. او زنی بود فروتن که سنش نامعلوم بود و موهایش را زیر یک روسری می پوشند. هرگز ندیدم که او بخندد. نامش سلطنت خانم بود. سلطنت خانم هر بار یک ساعت به من درس میداد و من آن زمان این را یاد می گرفتم که قلم را روی کاغذ بدوانم و علامت بگذارم. راست و چپ نقش و نگار می کشیدم و فارسی حرف میزدم. زبان هزار و یک شب، زبان پدرم. مادرم متولد مسکو بود. پدر بزرگش که سازنده اسلحه بود، در 1860 توسط تزار الکساندر دوم به روسیه دعوت شد تا اداره یک کارخانه اسلحه سازی را بر عهده گیرد. پدر مادرم فرانس کارل که در شهر سان پترزبورگ به دنیا آمد، نمایندگی ایگ فاربون و آگ ا ا دو مؤسسه مهم تولید مواد شیمیایی و صنایع الکتریکی آلمانی را در روسیه داشت. او با دختری اهل کشورهای بالتیک که آلمانی تبار و نامش آلما زلمر بود ازدواج کرد و نتیجه این وصلت سه فرزند بود داییم فرانس مادرم اوا و خالم باربارا مادرم می گفت به هنگام جنگ جهانی اول پدر بزرگ و مادر بزرگش به سیبری در سارانسک واقع در مرداوی تبعید شدند. سپس به هنگام انقلاب اکتبر با چند نفر دیگر از خانواده سوی غرب گریختند. چون روزها خانهشان را آتش زده بودند، آنها راه را پیاده در پیش گرفتند و روانه برلین شدند. همان برلین که مادرم آنقدر دوستش داشت و پدرم دانشجوی جوان اقتصاد میبایست آنجا در دوران خوش سالهای سی هنگامی که برلینی های بیغم مشغول رقصیدن با آهنگ های والس بودند و به تماشای اوپرات ها می رفتند، با همسر آیندهش آشنا شود. سلطنت خانم با حوصله تمام در حالی که دستم را می گرفت، نوشتن نامم را به من یاد داد. سریا نام یک صورت فلکی است که با آن دو بک بر هم می گویند و در انتهایش ستاره قطبی قرار دارد. همان که شبها راهنمای دلدادگان و صحرانشینان است. هنگامی که پدر یک روز نزد دوستان با مادرم دیدار کرد میانشان عشقی بزرگ پدید آمد. مادرم از یک خاندان پروتستان پابند به آیین مسیحیت بود و تازه مراسم شانزده سالگیش را جشن می گرفت. در آن هنگام پدرم 22 سال داشت و مسلمان بود. قدش بلند، موهایش سیاه و شانه پهن داشت. در ایران ازدواج با یک زن اروپایی بد تلقی می شد. پدرم با وجود اعتقاد فراوان به دینش گرچه متظاهر به آن نبود اما به ایران آمد تا از مادر و اموهایش اجازه ازدواج با زنی را که دوست داشت به دست آورد و بدون آن که مادرم را ببیند دو سال در ایران ماند. دو سال برای متقاعد ساختن کسانش و مبارزه با مسلحت ها تا بتواند عاقبت مسلحت قلبش را بر تخت بنشاند. پدر به با آلمان بازگشت و برابر با آین اسلام یک امام مسجد خطبه عقد آنها را در خانه پدر بزرگ مادریم برای دو دل داده جاری ساخت. آنها دو سال در برلین زندگی کردند تا تحصیل پدرم در اقتصاد پایان یابد و سپس هر دو به ایران برگردند. در مدرسه خانم الی من با اشتیاق منتظر جشن نوئل بودم و مادرم سرودهای دینی را همراه با من روی نیمکت کلیسای انجیلی میخواند. در این حال من خود را یک مسیحی احساس میکردم. ناگهان در ذهن خودم سوار بر اسب در صحرا هستم در جنوب اصفهان سوار بر یک کره اسب عرب در کنار پدرم به تاخت می رویم. تازه از روستهای من قهبراخ راه می تا به پیکنیکی واقع در یک آبادی دور برویم. لباسمان سفید است و کلاه بزرگ حسیری برای حفظ خود از حرارت آفتاب بر سر داریم. گرما قابل تحمل نیست و عرق از گردن از پایمان سرازیر است. با دهان خشک پدرم را صدا میزنم. پاپا کی می رسیم؟ من تشنم. پدر فریاد می کشد. دندانهایت را روی هم بفشار. باید خودت را نگه داری. یک بختیاری از خودش قدرت و جسارت نشان می دهد. در حالی که گلویم آتش گرفته بود راهم را روی شن ادامه دادم. چشمانم از گرما می سوختند. بعد از یک ساعت طولانی شکنجه آبادی که آنجا وعده داشتیم از دور نمایان شد. خدمهای که پیشتر رفته بودند، فرشها را گسترده و روی سفره غذاها را چیده بودند. در میان این ماعده ها چشمم به تنگ های آب می افتد. با حرس و تمع تنگ را به لبهایم نزدیک می کند که پدرم بازویم را نگه می دارد. آرام، جرعه جرعه، آهسته با دستان لرزان، بیان که چشم را از پدرم بردارم با آب خونک چشمه لبان خشکیدم را مرتوب می کنم. این بار همراه پدر خود را یک مسلمان احساس می کنم. احساس مسلمان و مسیحی بودن همزمان و به هر دو دین اعتقاد داشتن در وجودم دو قطب دو سو ایجاد می کند که موجودیت مرا در میان خود میگیرد. میان نرمش و لطف مادر و سختی اقتدار یک پدر که می پرستیدمش در دو فرهنگ تا عمق متفاوت قوطه می خورم. میان کودکان ایرانی خودم را بچه ایرانی نمی دیدم و با بچه های آلمانی دبستان خانم الی کودکی آلمانی نبودم. در حقیقت نه این بودم و نه آن و این برایم نوعی گسیختگی در شخصیت بود. میان باغ در ساعت خوردن اسرانه مستخدمه ها آب میوه و شیرینی اصلی می و برای دختران مستخدمه فرصتی بود تا با هم عروس و داماد بازی کنند. در ایران این ترس وجود دارد که مبادا دختری با مردان یا پسران نامناسب معاشرت کند ترس از آسیب به شهرت یا وحشت از اینکه اتفاقی رخ دهد باعث می شود که دختر را زود شوهر دهند و گاه از همان گهواره او را آماده شوهر کردن می سازند مستخدمه ها ضمن نوازش دادن موهایم به من می گفتند آنجا احمد را می بینی وقتی بزرگ شدی تو را به او دهند او پسری است از یک خانواده خوب مگر اینکه تو محمود را به او ترجیح بدهی چون که خانوادهش خیلی محترم است و من فریاد میکشیدم، هرگز شنیدید هرگز از هر دوی آنها بدم می آید. من نمیفهمیدم که آنها با پریشان حال کردن من تفریح می کنند و تمام سعیشان را به کار می برند تا آزادی فکرم را ضایع کنند و وادارم بسازند تا به زور خودم را بزرگتر احساس کنم در حالی که این را نمیخواستم و از فکر ازدواج تنفر داشتم در تمام طول زندگی از پدرم ترسیدم گمان میکنم خیلی دوستش داشتم این ترس احساسی بود ناشی از علاقه به پدر او مردی بود مهربان و درست که کمتر به من و بیژن برادر چهار سال کوچکترم می پرداخت بیژن شاد بود و بدزاد که در تمام بازیها و گفتگوهایم دخالت می کرد. بزرگه که من بودم و کوچکه که او بود بسیار به هم وابسته و مصمم به دفاع از قلم روی کودکی و امتیازاتمان بودیم. من نمی توانستم همیشه نسبت به او سر باشم. بیژن دوست داشتنی و شلوغ بود و از چیزهایی که ترس و تنفر داشتم به خوبی خبر داشت. قورباغه او از بکار بردن این سلاح مخوف علیه من خودداری نمی کرد. پدرم ما را خیلی دوست داشت و با ما بازی می کرد. اما تربیت ما را به عهده مادرمان گذاشته بود. رسیدگی به دارایی و املاکش او را اغلب از خانه دور نگه می داشت. به ندرت خشمگین می شد و به یاد دارم که فقط سه سیلی از او خوردم. اولی در هفت سالگی به خاطر اینکه بیهوده نافرمانی کردم دومی در ده سالگی به خاطر بیحرمتی به مادرم و سومی در سیزده سالگی برای اینکه از حد خود تجاوز کرده و برادرم را کتک زدم بعد از سیلی سوم بود که پدرم برگشت و به مادرم گفت این دفعه آخر است که دستم را به رویش بلند می کنم چون نگاه خیلی بدی به من کرد. پدر ترسیده بود چون این نگاه من دیگر یک نگاه زنانه بود نه یک نگاه کودکانه پس از عروسی وقتی مادرم پذیرای عظیمت به ایران با پدرم شد گرچه چیزی از این سرزمین و خلقیات مردمش نمیدانست اما حاضر بود تا آن سوی جهان هم دنبال پدرم برود وقتی مادرم به ایران وارد شد دانست افسری قذاق به نام رضا پهلوی که پدر شوهر آینده ام شد سلسله قاجار را سرنگون و به مقام پادشاهی ایران رسیده بود و به منظور استحکام قدرت و ایجاد یک حکومت مرکزی مقتدر دست به مقابله با ایلات و اشایر در ایالات فارس، گیلان و بلوچستان زده و سعی کرده بختیاری ها را هم که در کوهستان های گذرناپذیرشان موضع گرفته بودند سرکوب کند. بختیاری هایی که صاحب بخش اعظم سرزمین های نفت خیز بودند و به هر بهایی که میشد باید سرکوب میشدند، پدرم رسیدگی به مادر را به دخالت در سیاست ترجیح میداد. داد. هر دو آنها به قهوه رخ روستایی که در قلب مقاومت بختیاری ها قرار داشت و پدرم آن را به ارث برده بود پناهنده شدند. آن سالها مادرم که یک زن جوان تازه شوهر کرده و با رویاهایی رنگی در قلبش به ایران آمده بود حال خود را در میان جنگی میدید که نفرت و های جنگ روسیه را به یاد او می‌آورد پس از آن بود که دیگر نتوانست در ایران بماند درد دوری از وطن رنجش می‌داد و بی‌صبرانه در انتظار روزی بود که همراه با پدرم به اروپا بازگردد. من در ششمین سالگرد زناشوییشان در 22 جوان یا یکم تیر ماه در بیمارستان میسیونرهای دینی اصفهان به دنیا آمدم. مدتی پس از آنکه ما میسیون را ترک کردیم، او به پدرم گفت خلیل، به گمانم بهتر باشد که من با سریا به برلین برگردم. اینجا نمیتوانم وسایل بهداشت لازم را برای بچه فراهم کنم. میترسم به بیماری های پوستی و چشمی مبتلا شود پدرم پاسخ داد در حال حاضر متاسفانه نمیتوانم از اینجا دور شوم اما تو میتوانی با سریا حرکت کنی به محض اینکه بتوانم به شما خواهم پیوست هشت ماه بعد از تولدم من و مادرم اصفهان را ترک کردیم و در انزلی سوار کشتی که دریای خزر را میپیمود شدیم و بعد از روسیه باترن عبور کردیم تا به برلین رسیدیم. برلین شهر مادرم، شهر رویاهایش. شش ماه نزد پدر بزرگ و مادر بزرگم ماندم. چندی بعد پدرم هم به آلمان آمد. زمان ترک ایران برای او به موقع فرا می رسید. زیرا که رضاشاه قراردادی تازه با کمپانی نفت انگلیس و ایران امضا کرده بود قراردادی که طبق آن می بایست کنترل تمام سرزمین های نفت نفتخیز را به عهده گرفت و سهم ها را هم به مبلغی ناچیز میخرید یکی از اموهایم که در آن زمان وزیر جنگ بود با اسیان گفت اعلی حضرت این یک مصادره واقعی اموال است و مورد قبول بختیاری ها نیست. رضا شاه که دوست نداشت روی حرفش حرف زده شود، او را توسط گارد خود توقیف کرد و سپس طوفان خشمش متوجه ایل بختیاری شد. تمام عموهایم به زندان افتادند. وزیر جنگ در زندان کشته شد. برادر بزرگ پدرم به مرگ محکوم و اعدام گردید. مأموران رضا وارد سلول های زندان شدند آنجا که اموهای هنوز زنده در حبس بودند و با آنها گفتند اعلی حضرت برخلاف میلشان مجبور به دادن سرمشقی به شما شدند این قرارداد واگذاری حقوق است آیا حاضر به امضای آن هستید اموهایم با هم گفتند که عاقلانه است اطاعت کنیم و مبلغی که از این بابت به دستشان رسید بسیار کمتر از مبلغی بود که پیشتر بانها آنها پرداخته میشد در این اوقات در حالی که یک دستم را پدرم و دست دیگر را مادرم می تازه به راه می افتادم و مواجه با زندگی می شدم که سرنوشتش میرفت به سوی هدایتم کند که می بایست روانی آن سو می شدم. از برلین جز تصاویری تیره و ناخانا در ذهنم چیزی باقی نمانده است خیابانی با دو سویش خانه کبوترانی که پیش پایم می پریدند. یک جشن مکاره با چرخ و فلک و اسب های چوبی و پدر مادرم که دست در دست های من داشتند از این بیشتر چیزی از زندگی نمیخواستم و میاندیشیدم که تمام دوروبری هایم هم همونطور که من هستم آدمهایی خوشبختند. از هنگامی که رضاشاه سهام نفت بختیاری ها را به زور از آنها گرفت، پدرم دیگر پولی از درآمد زمینهایش هم دریافت نمی کرد. به زودی در حالی که نیازمند به پول بود، در شهری که نمی توانست شغلی در آن یابد، سرگردان ماند و ناتوان از اینکه بتواند زندگی مورد آرزویش را برای مادرم فراهم کند ناگزیر شد به ایران بازگردد در ایران طوفان کمی آرام شده بود و چون عموهایم حقوقشان را به شاه که هر گونه بهره برداری از نفت را انحصاری اعلام داشته بود واگذار کرده بودند محکومیتشان هم به زندان تخفیف یافت و چند نفری هم از میانشان به این شرط آزاد شدند که هرگز به املاکشان در ایل بختیاری باز نگردند و چون این شد که یک خان بختیاری مجبور گردید زمینهایی را که در ایل داشت با زمینهای خان دیگری که در رامسر در حاشیه دریای خزر بود معاوضه کند. با پراکنده شدن رؤسای ایل رضاشاه قطع و یقین داشت که قدرت بختیاری ها را تضعیف کرده است. پدر من که صاحب خدم و حشم و دارایی چندانی نبود تا برای رژیم رضاشاه خطری به شمار آید، از این بابت نگرانی نداشت. پس توانست در پاییز 1316 خورشیدی با ما راه ایران را در پیش گیرد. مادرم در نهایت نومیدی پذیرفت که یک بار دیگر زادگاهش برلین را ترک کند و به راستی هم پدرم شایسته این بود که مادرم و همراهش هر فداکاری را بپذیرد. بار دیگر با سرزمین روسیه و امواج دریای خزر را پیمودیم و خودمان را به اصفهان رساندیم. اصفهان مهد خاطرات من با مدرسه خانم الی، با سلطنت خانم و درسهای فارسیش، با کلیسای انگلیکن و مستخدمه هایی که در آرزوی یافتن شوهر برای من بودند تا شاید هر کدامشان یکی هم برای خود دست و پا کند. در این هنگام بود که من پی به چگونگی زندگی پدر بزرگم بردم که هفت زن داشت و هر کدام در خانه جداگانه با نوکر و حشم و دارایی و اموال جدا میزیست پدر بزرگم همشان را دوست داشت و هر یک را به روال و سلیقه خاصش. سریا از درخت بیا پایین. مهم نیست اگر سر درس نیایی. فقط نمیخواهم از درخت بیفتی. این صدای سلطنت خانم است. او دلش میخواهد که من دختر کوچولویی مثل دخترهای دیگر باشم. نه این شیطانکی که همیشه نیروهایش را هدر میدهد. این درست است که من دختری عروسک باز نبودم. با وجود این اگرچه جنگ در جریان بود اما مادرم دوستانی داشت که به اروپا می رفتند. او از آنها می خواست برای من عروسک بیاورند. من عروسک هایم را با چهره از چینی و پیراهنهایی با والان دوست داشتم ولی با آنها بازی نمی کردم. بازیچه های طبیعت را با آنها ترجیح می دادم. شاخه های درخت با شکل های عجیب و غریب. یک لانه پرنده که از درخت پایین افتاده باشد. اینها دنیایی بود که با تمام درهم و برهمیش برایم کشف می شد. در پوشش هم من زیاد زنانه نبودم. لباس های بدون زرق و برق را دوست داشتم تا بتوانم بدون ترس از کسی یا پاره شدنشان از درخت بالا بروم. بچهی بودم آزاد و شاد، آزادی در این حد که پیشرفت هایم با سلطنت خانم در زبان فارسی یعصاور می شد. مادرم بهتر دید مرا به مدرسه میسیونرهای انگلیسی که برای بچه های ایرانی تأسیس شده بود بفرستد. گویی او در این شک نداشت که من می تا سخت ترین سالهای زندگیم را آغاز کنم. بچه های دیگر کلاس همه چیز را درباره کشورشان می دانستند زندگی داریوش، اسکندر مقدونی، شکست ماراتون، حجوم مغولان چنگیز، سلسله سفاریان و سلسله سامانیان، مروج هنر و ادبیات فارسی و صفویان بنیانگذار تشیع به عنوان مذهب رسمی و نیز سلسله قاجار. بچه بودم بازیگوش، چیزی نمیدانستم. نه جغرافیا نه های کشورم از تاریخ که هیچ و در دین اسلام خودم را یک بی سواد می دانستم و عزت نفسم در رنج بود که چرا هزاران چیز می دانم که بچه های دیگر کلاس نمی دانند. فکر می کردم آلمانی و انگلیسی و فرانسه صحبت کردن و پیانو زدن به چه درد می خورد. برای آرام نگه داشتنم و جبران این نقص ها مادرم معلم خصوصی برایم پیدا کرد. مردی بود مسن، خشک و با لباس همیشه تیره. اسمش چه بود؟ فراموش کردم. گمان می کنم حرف فروید درست باشد که می گفت آنچه برای انسان نامطبوع است حافظان را ترد می کند. هر روز از ساعت هشت تا ظهر و از ساعت دو تا چهار و نیم بعد از ظهر به مدرسه می رفتم. تازه به خانه رسیده و با عجله و سرسری تکلیف ها را انجام میدادم که معلم لعنتی خصوصی هم سر و کلش پیدا میشد. طی شش ماه توانستم عقب هایم را جبران کنم و چند کلاس بالاتر بجهم چرا که من یک بختیاریم. قصه و نگرانی را نمیدانستم که چیست. گاهی خشمین می شدم. اوقاتی هم ترس به سراغم می آمد. وقتی شش ساله بودم دندانهای خیلی بدی داشتم. بیشک نتیجه شیرینی های شرقی بود که مستخدمه ها دوست داشتند و به من هم می دادند. و این تنبلی که همه بچه های دنیا دارند که مسواک به دندانهایشان نمی زنند من هم داشتم. چند بار مادرم مرا نزد دندانپزشک برد اما هر بار آنقدر اربده می کشیدم که مادر از درمان دندانهایم منصرف می شد. تا روزی که مرا برد به نزد دکتر شافتر، پزشکی که مرا به دنیا آورده بود. دکتر شافتر که اداره بیمارستان انگلیسی میسیونرها در اسفهان را بر داشت، دوست خانوادگی ما بود و او و همسرش بیژن برادرم و مرا مثل فرزندان خود می دانستند. و هر بار که بیمار می شدیم درمانمان می کردند. خانم و آقای شافتر درست جز کسانی بودند که در ردیف خاص و خالص پیوریتنهای جدی انگلیسی جای می گرفتند. هر بار که آنها ناگهان به خانه ما می آمدند، مادرم که کمی روش به لبهایش می مالید، مانند بچه های خطاکار آن را با دامنش پاک می کرد. دکتر شافتر وقتی کلک مادرم را می فهمید، با کنایه می گفت خانم هایی که بزک می کنند چقدر نامناسبند. این کار گناهی است در پیشگاه خداوند. به نظر شما این طور نیست خانم اسفندیاری؟ مادرم در حالی که سرخ می شد می گفت چرا همین طور است؟ آن روز را تمام عمر به خاطر خواهم آورد. یک پنج شنبه ما برای صرف چای دارجیلینگ که از هندوستان برای دکتر شافتر سوقات آورده بودند به خانه آنها رفتیم. نمیدانم چرا ولی ضمن ورود به سالن خانه آنها مثل یک حیوان احساس ناراحتی کردم. چرا آنها اینقدر به من لطف و مهربانی نشان میدادند و تبسم می کردند و مرا به تبسم می آوردند؟ چرا مرا به تبسم می آوردند؟ بیشک به خاطر دیدن دندانهایم، آری دندانهایم و از ریشه کندن آنها. پس این یک دام بود، یک تله. پیش از آن که متوجه شوم، دو پرستار با روپوش سفید وارد سالن شدند. من از صندلیم جستم و مثل یک شیطان پا به فرار گذاشتم. با دو مرد سفید پوش به دنبالم از سالن بیرون گریختم. میدویدم و نفس نفس می زدم. دو پرستار مرا گرفتند و بازوهایم را محکم نگه داشتند. پنبه با بوی ناخوش روی بینیم گرفتند. ابری چشمانم را پوشاند و دیگر هیچ نفهمیدم. با کلوروفورم بیهوشم کردند. هرگز این نفرت، این خشونت شدید را که شبیه مراسم سربریدن گوسفند بود فراموش نخواهم کرد. این چیزی نیست مگر خوشبینی کودکان. هنگامی که آنها به خاطر رویاهایشان موفق به درک حقایق نمیشوند. از خود سخن گفتن و خیش را شخص اول در صحنه نهادن و نقشی را پذیرفتن که نتوان تغییرش داد به راستی خسته کننده است ناگهان علاق من می شوم که از این من فاصله بگیرم و آزادتر قصه دختر کوچکی را که نامش سریاست است حکایت کنم در هفت سالگی سریا در رویا می دید که حرفه خوبی دارد، حرفه با دوام، حرفه واقعی. او می خواست کاراگاه خصوصی شود، مثل شرلوک هولمز، آرسن لوپن یا هرکول پوارو. قهرمانانی که مادرش در رومان ها بود و باز هم می خاند تا بستگیش را با اروپا حفظ کند، سریای کوچک را افسون می کردند. سریا با خود می اندیشید وقتی بزرگ شدی به شهرهای بزرگی مثل لندن و پاریس می روی. شهری که در آن جنایات واقعی به دست جنایتکاران حقیقی مثل ژاک شکم رخ می دهد. ولی برای دست یافتن این آرزوها سریا باید اول درسش را تمام کند. در نه سالگی که به نظر خودم بزرگ و به نظر دوستانم دلبر می شدم تصمیم گرفتم در آینده اکتریس تئاتر و سینما بشوم در این زمان اغلب به سینما می رفتم و هر بار قهرمان زنی را که در فیلم می دیدم تقلید می کردم همانطور که از پلکان در حالی که چتری به دست دارد پایین می آید یا آنکه در تاب خوردنهایش باد در دامن او می پیچد و آن دیگری که برای پرستاری از جزامی ها به اماق آفریقا می رود. دخترمویی داشتم خیلی رویایی که به خاطر این نوع احساس شورنگیزش می کوشید شبها نمایش نامه بنویسد و فردا صبح با پسر اموها و خودم آن را اجرا کند. به همین طریق بود که من اسکارلت اوهارای برباد رفته می شدم. البته به روال شرقی. یعنی بر اساس نوشته دخترمو. مامان من میخواهم بازیگر شوم. احساس میکنم زندگیم در این کار است. مادرم سرش را تکان میدهد و میگوید چرا که نه اما باید زودتر انگلیسی و فرانسه را کاملا یاد بگیری و تحصیلاتت را تمام کنی. و پدرم اضافه می کند مادرت حق دارد مادرم برای من سرنوشت دیگری را آرزو داشت و پدرم خواستار داشتن یک دختر نجیب بود. دختر نجیبی که کار نمی کند و آینده او تنها در ازدواج است. سیزده سالگی، مدرسه ایرانی و روپوش خاکستری. در زمستان بخاری که دود می کند و هوای کلاس را آلوده می سازد. درس، تکلیف، کار زیاد تا حد خرفت شدن. دیگر نه تعطیلات نه سینما، نه وقت. کار، تکلیف، درس و امتحانات در بهار. به دیوار کلاس عکس محمد رضا شاه پهلوی و ملک فوزیه خواهر ملک فاروق آویزان است. دوستانم به من میگویند به فوزیه شباهت دارم. من فوزیه را دوست دارم چرا که به نظرم خیلی زیباست. اما چرا او همسر کلارک گیبل فیلم برباد رفته نشد؟ آلمان تسلیم شد و جنگ پایان یافت. مادرم می توانست روانه اروپا شود. پدرم هم راضی است. برای من هم لابد ایران برای همیشه تمام می شد. والدینم برای زندگی شهر زوریخ فولیس هوفن را در سوئیس آلمانی زبان انتخاب کردند و به این ترتیب مادرم می توانست در آنجا به زبان مادریش صحبت کند و نشاط زندگی را که در اصفهان از دست داده بود باز یابد. و برای من هم پانسیونی پیدا کردند و گفتند اینجا مؤسسه است جدی باید نخانهایت را از ته بچینی و گیسهایت را ببافی اینجا جای شوخی نیست همراه پدر و مادرم خودم را در دفتر پانسیون با پنجره های بزرگ شیشه دار پدرم که خود را خیلی دقیق نشان می دهد به پر کردن و امضای اوراق فرمالیته مشغول است. و مادرم جزوه حاوی مقررات پانسیون را ورق میزند. بر حسب اتفاق از پشت شیشه بیرون را نگاه می کنم. ده دوازده دختر جوان بالای پلکان با هم صحبت می کنند. بعضی هایشان هم سن منند و برخی مسنتر. لباس های آخرین مد به تن دارند. زلفانشان فردار و لبهایشان ماتیک خورده است. انگشتان را به هم قلاب می کنم. خدا کند پدرم سرش را بلند نکند چون اگر دختران را ببیند همان دم مرا به زوریخ برمیگرداند چه خوب پدر بیرون را نمیبیند کاغذها را امضا میکند مادرم به من لبخند میزند بعد هر دوی آنها از خانم مدیر خداحافظی میکنند تا در خروجی همراهیشان میکنم مرا میبوسند و پدرم پیش از رفتن میگوید سریا اینجا مدرسه است مورد احترام و اطمینان همه. سعی کن خودت را شایسته و نمونه نشان دهی. در پانسیون پرنتانیر دخترانی 13 تا 20 ساله زندگی می کنند و طبق سنشان از آزادی کم و بیشی برخوردارند. مثل رفتن به سینما، برگشتن دیر وقت در شب به پانسیون و رفتن و نشستن در کافه. با موهای مشکی و لبها و ناخنهای قرمز، کفش پاشن بلند و سینه های برجسته در چهارده سالگی خیلی زن نما و در توهماتم آرزو داشتم که از نخستین روز گروه دخترانی را که اجازه داشتند آزادانه یا نسبتا آزادانه بیرون روند همراهی کنم. چقدر برایم شکوهمند بود که به سینما بروم و در تراس کافه لیمونادی بنوشم. به تماشای زیور و جواهر بپردازم و از دیدن ویترین لباسهای زنانه لذت ببرم بهشتی که تا آن موقع برایم ممنوع بود افسوس خیلی زود خانم معلمی پی به کلک من برد یک شب که خود را آراسته و آماده بودم تا از در آهنی مدرسه خارج شوم بازویم را گرفت و با لحنی نامانوس گفت سریا به اتاقت برگرد تو اجازه بیرون رفتن از پرنتانیر را نداری. اگر بخواهی شب بیرون بروی، اجازه نامه کتبی پدرت لازم است. پدرم؟ در این صورت نمیدانستم چه باید کرد. برای او من باید یک دختر نجیب باشم. یک دختر نجیب شبها به سینما نمی رود. یک دختر نجیب آرایش نمی کند. یک دختر نجیب به مردها نگاه نمی کند. نگاه به مردها من هیچ وقت وانگهی من دختران دیگر را نمی توانستم بفهمم که در رویاهایشان جوانی جمیل و روباینده دختران را می بینند یا عکس اکتورهای محبوب روز را به دیوار اتاقشان می چسبانند. این چیزها اصلا به فکرم نمی گذشت. هیچ یک از این چیزها. چرا که پدرم به من گفته بود تو نباید به این چیزها فکر کنی. تو نه ممکن نیست امکان نداشت این کار برایم تحریم بود اجازه نامه کتبی پدرت لازم است پس باید به مادرم تلفن می کردم مامان میدانی کار بدی نمی کنم فقط می خواهم به سینما بروم به زور خواهش و تمنا عاقبت اجازهش را می گیرم که شنبه بعد از ظهر به سینما بروم و ساعت شش غروب هم به پانسیون برگردم. وقتی مادرم به دیدار من آمد و اجازه نامه کتبی را داد، توصیه کرد با پدرت در این باره حرف نزن. او مخالف است. هم دستی تحسین انگیز زنان در جرم های هم دوست داشتنی است. دیدن فیلم های شنبه بعد از ظهر میل به بازیگر شدن را بیش از پیش در وجودم شعله ور کرد. جودی گارلند، ریتا هیورست میشل مورگان و دیگرانی که مرا به رویاهایم می بردند. مادرم و پدرم سعی نداشتند که این استعداد مرا تخته کنند. فقط امیدوار بودند که گذشت زمان مرا عوض کند. می گفتند تو هنوز به سنی نرسیده ای که وارد مدرسه هنرهای دراماتیک بشوی. اگر هم می خواهی که وارد تئاتر یا سینما بشوی، باید معلومات عمومی داشته باشی باید زبان فرانسهت را تکمیل کنی. من هم آنقدر شروع به حفظ کردن اشعار مولیر، راسین و ویکتور هوگو می کردم تا این که تشنم می شد. کالیوب، ملپومن، تالی، به راستی که این پریان در حق دختر کوچک اسفهانی ظلم می کردند. پرنتانیر پانسیونرهایی که از هر گوشه و کنار دنیا آمده بودند در خود جا داده بود. ایتالیایی، اندونزیایی، جنوب آمریکایی، یونانی، اسپانیایی، آنها مثل من اینجا آمده بودند تا زبان یاد بگیرند. مثل من میخواستند دختران جوان کاملی شوند. به دخترانی که دم بخت بودند، رقص، آشپزی و آداب معاشرت آموخته میشد. همه برای اسکی به گشتات که هر زمستان مدیریت پانسیون یک شله در آنجا اجاره میکرد میرفتیم و درباره نقاشی، هنر و ادبیات صحبت می کردیم و عادات و خلقیات کشورمان را برای همدیگر می گفتیم و درباره سیاست و الهیات گفتگو داشتیم. موهای سرمان را هم با بیگودی می پیچیدیم و می اندیشیدیم که پدر و مادرهایمان ما را برای چه سرنوشتی آماده می سازند. گزار من در این دوره در پرنتانیر خاطره ای چون مرهمی از بیخیالی و خوشبختی در زندگیم باقی گذاشته است. دوستانی چون خودم که با هم میخندیدیم. مثل این بود که دنیا مال من شده. هر روز آفتابی قلبم را روشن میساخت. زندگی داشتم سبک و ساده و عالمی که افقش برایم به زیبایی پایان میگرفت. پس از آن به عنوان یک پانسیونر تازه به انسیتو لورازا رفتم با همان نوع معلمان و با همان وظایف سریا تو باید با فرهنگ شوی و زبانها را در حد کمال بدانی اما میل به کار تئاتر در من همچنان باقی است و میخواهم از این جلد که مرا در بر دارد و به من نمیآید خود را بیرون بکشم باران شهر لوزان را زیر خود گرفته بارشی سیلاساست که به کرکره پنجره اتاقم میخورد. نگرانی بر من ناگهان هجوم می آورد. اعماق وجودم را احساسی از پیش در خود می فشارد. به دنیا آمدن برای زیستن در یک سرنوشت عجیب. تمام اعضای بدنم می لرزید. ترس فرایم گرفته بود. جرأت باز گفتن این احساس شوم را که توفانی در آن شب طوفانی در لوزان بر من تاخت هرگز نیافتم. شبی وحشتزا که قرش پیاپی پی رعد و جهش ساقه تاریکیش را می دارید ضربه هایی در داور بر قلبم می کفت. باید به هر قیمتی که هست از یک سرنوشت شوم بگریزم و برای آنچه که دوستش دارم بکوشم و زندگیم را با آنچه که خود انتخاب می کنم، بگذرانم. سال تحصیلیم که در لورزو پایان یافت نزد والدینم که تعطیلاتشان را کنار دریاچه لوگانو میگذراندند رفتم و برادر کوچکم بیژن را دیدم او مرا رها نمیکرد و با پرسشهایش آزارم میداد سریا مدرسه چطور است سینما میرفتی چه فیلمهایی را دیدی میخواست فیلمهایی را که دیده بودم کتابهایی را که خوانده بودم برایش بازگو کنم بیژن اصلا خستگی سرش نمیشد پدرم از پیشرفت تحصیلاتم خوشحال بود و گفت سریا به تو تبریک میگویم تو با ادامه تحصیل در فینیشینگ سکول درخشیدی و حالا میخواهم بدانم که میخواهی چه کنی با خوشحالی فریاد کشیدم تاتر با اندوه نگاهم کرد احساس کردم ناراحت شده با صدای ملایم گفتم من به اصرار شما و به توصیه مادرم زبان فرانسه را یاد گرفتم. حالا چه چیز دیگر باید یاد بگیرم تا رضایت شما را برای تعقیب آموزش هنر دراماتیک جلب کنم؟ مادرم وارد صحبت می شود ولی انگلیسی تو خیلی مانده تا تمام شود. انگلیسی من راست است. برای آرامش خاطر پدرم گفتم به تئاتر شکسپیر زیاد علاقه دارم. خوشحال شد. برای پدرم هاملت، مخصوصاً هاملت، تنها یک تئاتر نبود بلکه یک نهاد در هنر نمایش بود توپی را که مادرم به من پاس داد سر دست گرفتم بله انگلیسی هم هنوز نقص دارد و در این صورت بگذارید به لندن بروم پدرم که هیچ خوشنود نیست میگوید لندن آن هم تنها دخترم فکر نمی کنی که بیژن از من میپرسد لندن جای دوری است لندن هایت پارک با سنجاب هایش، رودخانه تیمز با پاره های مه، چلیسا و زندگی کلیوار در آن، سوهو و دیدنی هایش، ریجنت استریت، پیکادلی، لندن و وسوسه‌هایش. هایش. پدرم پس از تردید عاقبت راضی می شود. با دختری دائم متوقع و همسری شریک جرم دختر چه می شود کرد؟ پذیرفت، اما به یک شرط. اقامت در یک پانسیون خانوادگی. آنجا که در یک اش یک امه و سه امه من زندگی می کنند و می توانند مرا بپایند. امه ها به نوبت دنبال من به مدرسه ای که مادرشان نمی دانم چگونه گیراورده می روند. مدرسه ای برای دانشجویان خارجی که می خواهند انگلیسیشان را کامل کنند. به این شیوه پدرم از هر لحظه برنامه کار و اوقات من به ویژه از معاشرت هایم خبردار است. چرا که از نزدیک شدن مردان به من می‌هراسد. هنگام اقامتم در زوریخ در تعطیلات چند ایرانی متعلق به خانواده های قدیمی خواستار من از پدرم شدند. در ایران برای یک مرد دارای عنوان معمول است تا مرز ممکن همسری انتخاب شود که صاحب اصالت خانوادگی باشد. بیشتر اوقات والدینم فراموش می‌کردند که پیشنهاد خواستگاران را به من بگویند. با این همه پدرم آرزوی یک وصلت درخشان را برای من داشت. به ویژه با یکی از وابستگان سلسله قاجار. در این زمان سه خواستار ازدواج برایم پیدا شد. بهتر بگویم پدرم سه تقاضای ازدواج با دخترش را دریافت کرد. یکی از دلدادگان اقوامش را با مراسم باشکوهی به دیدار پدرم فرستاد تا وی را از قصد پسرشان یا برادر و خواهرزادشان و یا برادرشان آگاه کنند. ساعت معرفه فرا رسید. مراسم با یک زیافت شام انجام می شد و آنجا در برابر چشم پدرم و والدین متقاضی من باید در مقابل نامزد بلقوم یک امتحان کوچک از معلوماتم را بگذرانم. چه تحصیلاتی کرده اید؟ دوست نمی دارید به کشورتان برگردید؟ موسیقیدان مورد علاقتان کیست؟ رمان مادام بواری را خانده اید. طی این روبرو شدنها بارها این گونه سآل پیت شدم. سرخ از شرم خوب و بد پاسخ میدادم و با بیصبری منتظر پایان این گلول باران پرسش های معلوماتی بودم که مرا سوای همه چیز عذاب میداد. در بازگشت به خانه پدرم می پرسید سرعیه. نظرت چیست؟ این پسر به نظرم بسیار شایسته است. نه بدم میآید از همه چیز بدم میآید و از همه مردانی که قصد دارند مرا زمیمه خود سازند متنفرم گودرز و ملکشاه تنها کسانی هستند که پدرم اجازه می دهد با آنها بیرون بروم هر دوشان امزاده های من هستند من با آنها و امه بی, بی شکت در یک پانسیون فامیلی کوچک در سنت جیمز پارک لندن زندگی می کنیم. گودرز و ملکشاه هم در همان انستیتوی زبان که من درس میخوانم انگلیسی فرا می گیرند. با هم به سینما، تئاتر و رستوران می رویم. پدرم با آنها اطمینان دارد. گمان دارم آنها را همچون دو نگهبان به حساب می آورد تا اگر مردانی خودشان را دیوانه و دلداده من نشان دهند، آنها از من در برابر تجاوز حمایت کنند. این پدر عوض نشدنی من. ماه سپتامبر است و پیشانیم را به شیشه پنجره اتاقم تکیه داده و آسمان لندن را که با نخستین الوان پاییزی همراه است تماشا می کنم که ناگهان صدای کوبیدن در اتاق را می شنوم. گودرس پسر امم است که می گوید سریا یک ساعت وقتت را به من می دهی می خواهم چند عکس از تو بگیرم. باز هم توی این هفته دو حلقه فیلم از من گرفتی گودرز توسمی ناراضی به چهره می گیرد. نور فیلم ها خوب نبود و تو در عکس ها عین قالب پنیر دیده میشدی. می خواهم دوباره بگیرم گودرز عاشق عکاسی است گمان می کنم مجموعه عکس های زیبایی از مناظر بناهای لندن گرفته و داشته باشد همچنین او یک جوان خوش چهره ایرانی برای دختران زیبای لندن است دوربینش را میزان می کند و میگوید تکان نخور لبخند بزن و عکس میگیرد یکی دوتا حالا جلوی در بیست حالا روخ، حالا روبرو بی حرکت با حرکت چه خبر گودرز تو هیچ وقت فیلم را اینقدر حرام نمیکردی خیلی تودار لبخند می زند. از تهران به مادرم نامه نوشتند از تو عکس خواستند چه کسی نامه نوشته؟ امه فروغ زفر او گفته عکس هایی که از تو دارند قدیمی است حالا راست بیست بی حرکت کلیک هرچه فکر می کنم به یاد ندارم امه ای به نام فروغ زفر را دیده باشم هفته بعد نوبت پسر امه دیگرم ملک شاه است که در اتاقم را بکوبد و بگوید سریا امشب با من به سفارت ایران میایی آنجا زیافت شامی به افتخار پرنسس شمس خواهر بزرگ شاه برپا است تعجب نکردم. خانواده من در شمار اصیل ترین خانواده های ایران است. با اینکه به خاندان پهلوی که این همه مصیبت برای بختیاری ها فراهم آورد علاقه ای نداشتم ولی دوست داشتم با پرنسس شمس آشنا شوم که گفته میشد بسیار مهربان و خوش برخورده است. آیا این یک گنج کاوی بود؟ خاویار، شامپانی و دیگر توفه های مشرق زمین، پرنسس شمس خیلی صمیمی خودش را نشان می دهد. با من از اصفهان، عالی قاپو و چهل ستون صحبت می کند. در حالی که دستم را می فشارد می گوید مادمازل اسفندیاری فردا شب با من به تئاتر می آید. حالا دیگر شمس ملکن من نیست. با هم به دیدن موزه ها می رویم. چای می خوریم. ویترین ها را نگاه می کنیم. شبی هنگامی که مرا جلوی در منزل پیاده می کند می گوید میل داری چند روز با من به پاریس بیایی؟ پاریسی که به زحمت می شناختم. پاریسی که با یک گذر شتاب زده برای رفتن به زوریخ دیده بودم. پاریسی که افزونم کرده است. گفتم باید از پدرم اجازه بگیرم. چیزی نمیفهمیدم همه چیز به تندی میگذشت تند خواهر شاه از من چه میخواهد خواهر این رهبری که جز خاطرهای مبهم از عکسش که به دیوار کلاسمان آویزان بود چیزی در ذهن ندارم هنگامی که کوچک بودم شاه برایم هواپیمای آبی رنگی بود که در آسمان اصفهان پرواز می کرد و معلق می زد و دوستانم در حالی که به شانه چنگ می انداختند می گفتند اون بالا پادشاه با چشمانی نیم گشود از نور فراوان آسمان را نگاه می کردم شاه برایم در جشنهایش خلاصه می شد. در روز عروسیش با پرنسس فوزیه. روز عروسیش با پرنسس فوزیه شهر اسفهان تمام چراغانی بود و مستخدمی در حالی که دستم را گرفته بود به تماشای آتشبازی بازی و جمعیت جوشان و خروشان برد. فریادهای زنده باد در هر سو می پیچید. چه خبر شده؟ شاه برای من آن لیموزینی بود که از چهار باغ میگذشت و موتور سوارانی که ماشینش را اسکورت می کردند. ای که با من بود می گفت سریا نگاه کن شاه و ملکه. من در حالی که لای جمعیت گیر افتاده بودم چشمانم را خسته می کردم و چیز مهمی را هم نمیدیدم. برای من شاه عبارت بود از فیلم عروسیش. یک امه سال خورده با من گفت که تو را برای تماشای فیلم همراه می برم. چون هفت سال داری و امروز هم روز تولد توست. روی پرده سینما فیلم سیاه و سفیدی نمایش داده می شود. ردیف اتومبیل ها و صدای گوینده. این اتومبیل ها که در پی اتومبیل علا حضرت رضا حرکت می کنند، حامل مهمانند. شخصیت های مهم و سفرا و حالا اتومبیل حامل هدایایی که شاهزاده خانم فوزیه از مصر به همراه آوردند. روی نوک پنجه های کفش بلند شده بودم و لبه صندلی که برگردانده شده بود پشتم را میسایید. میخواستم از بالای سر صف جمعیت جلو عبور شاه را تماشا کنم. در کنار من امه سال خوردم مرتب فین, فین میکرد و گول میخورد و گرگر کنان می گفت زود باش سریا باید برگردیم و من امتناع کنان می گفتم تازه فیلم شروع شده هنوز کسی شاه را ندیده بیا برویم من خستم باید زودتر برگردم سپس او با رنگ پریده و در بداغان وادارم ساخت تا راه بیفتم امه خانوم مثل بسیاری از زنان نسل خود دوست داشت پوکی به افیون بزند چون که باید بست را می چسباند. حالا بد شد بشود پس شاه چه شد؟ نه بهشت هپروت امه خانوم به تماشای شاه در بهشت چهار باغ پیروز شد گفتم گودرز ملک چه اتفاقی دارد می افتد؟ شما چیزی را از من پنهان می کنید. گودرز که از پایی به پای دیگر می اعتراف می کند. امه فروغ زفر دو عکس را که در گشتاد از تو گرفته شده بود به ملکه مادر نشان داده. او هم عکس های دیگری از تو خواسته است. همین. زبانش بند میآید من من سعی می کنم با اصرار در پرسش به او جسارت بدهم. گفتم امیدوارم اینهایی که تازه گرفتی و به تهران فرستادی این دفعه خوب شده باشد. ملکشاه هم گزارش هایی را داد که از دهان یک اموزاده که از لندن عبور می کرد شنیده بود. ملکشاه گفت شاه پس از متارکه با پرنسس فوزیه در کاخش خود را خیلی تنها احساس می کند. ابتدا او رفتن فوزیه برای همیشه را باور نداشت. شاه نمیفهمید که در تهران روزگار به او سخت میگذرد و بنابراین از او خواست که برود و در قاهره زندگی کند. از سه سال پیشتر شاه خیلی اندوهگین است. مسافرت هایی هم به اروپا و ایالات متحده کرده و خودش را با ماجراهایی سرگرم کرده است. چشم باز می شوند. ملک شاه حالتی ناراحت به خود گرفته است و سپس ادامه می دهد شاه نومیدانه در جستجوی همسر تازه است. فوزیه به او تنها یک دختر داده. پرنسس شهناز. اما برای اینکه یک روز جانشینی داشته باشد خواهان یک وارث زکور است و آرزو دارد با یک دختر جوان و زیبا و تحصیل کرده ازدواج کند. خیلی ها را به او معرفی کردند اما هیچ کدام را نپسندیده است. سپس خیلی جدی و با کمی تعمل می گوید، به گمانم عکسی را که عمه خانم فروغ زفر به او داده توجهش را جلب کرده است و امجان مطمئن است که شاه مایل به دیدن صاحب عکس شده و سپس ناگهان نتیجه گیری می کند سریا دوست داری ملکه ای ایران شوی، در نامه هایی که از زوریخ برایم به لندن می رسد نامه ای را از پدرم می خانم. که نوشته همونطور که می دانی برای تعطیلات تو را به تهران می برم. شاید هم زودتر برادرزادم رستم دیروز به اینجا رسید و از طرف شاه خواسته است که تو به دربار معرفی شوی. همون شب به پدرم تلفن زدم تا از پرنسس شمس با او صحبت کنم و نظرش را درباره مسافرت به پاریس جویا شوم. همچنین درباره گردبادی که احساس می کردم دارد مرا با خودش به سوی نامعلوم می کشاند از او پرسیدم. پدرم پاسخ داد شاه عکس تو را دیده. سپس سکوتی بین ما برقرار شد و لحظه بعد پدر با صدایی کمی گرفته می گوید وصلت میان شاه و تو پهلوی ها و بختیاری ها را با هم پیوند و آشتی می دهد. برای دیدار شاه آمادگی داری؟ گفتم بله چرا که نه اما میخواهم قولی به من بدهید چه قولی اگر شاه از من خوشش نیامد قسم بخور که مرا به آمریکا به مدرسه هنر دراماتیک میفرستی قول میدهم و اگر من از شاه خوشم نیاید دخترم تو در این مورد آزادی یعنی تو به بهانه اینکه مبادا موجب رسوایی بشود مرا که مجبور به ازدواج با شاه نمی کنی. نه نه به تو قول می دهم. خاطرم آسوده می شود. چرا که قول پدرم قول است. روزهای بعد را در تشتت فکری و سرگردانی گذراندم. من دلم میخواست یک اکتریس باشم و با پسر دلربای مورد آرزویم ازدواج کنم. اما حالا صحبت بالاتر از آن است. شوالیه دلروبا و صاحب جمال من پادشاه مملکت است. پادشاه مملکت خودم. ایران وطنم آکتریس نشده خودم را در یک زندگی تمام سینماسکوپ گوتور می بینم پاریس پرنسس شمس با من خیلی مهربان است هر لحظه سعی دارد نهایت حسن نیت را به من نشان دهد سری به گالری ها می زنیم. به تاش می رویم سالن های چای مجلل پاریس از خیاط ها و متسازان مشهور دیدن میکنیم. کنیم کریسیان دیور پیر بالمن، ژاک فات و دیگران. شمس سرشار از نشاط زندگی و نیز عصبی است. یک هفته، دو هفته، به زودی سه هفته، خلاصه مجموعه لباس مرده سلیقه را کامل می کند. من هم مال خودم را نو می کنم. حالا به یک دختر مدرسه ای شباهت پیدا کردم. روز یک شنبه بود که در باغ تویلری عاقبت شمس شروع به حرف زدن از برادرش کرد. گفت که برادرش شاه تا چه حد خودش را تنها احساس می کند و به تشکیل خانواده علاقه دارد و سپس ادامه داد و چقدر عالی است اگر دختر جوانی مثل شما آماده باشد تا شریک زندگی محمد رضا شود شریک زندگی محمد رضا این کلمات در سر من صدا کرد مثل کلمات رومانی که شب وقتی انسان سرش را در گودی بالش میگذارد میخواند کلمات سفید و سیاهی که باید معنا پیدا کند و رنگین شود. یک لحظه کلمات پرنسس شمس بی جان و آری از یک ذوق قابل لمس شاید هم بگویم مثل معادلات جبر به نظرم آمد. گفته هایش بی مقدم و ناگهانی بود و چیزی از آن احساس نکردم. تقصیری هم نداشت. برایش آسان نبود قلب یک دختر دانشجوی ساده را از رویاهایش توهی کند و جای آن را در حال حاضر به نوید محتمل ملکه آینده شدن بسپارد. خندیدم با خنده غیر طبیعی، نخوشحال و نتصنعی. تربیتی که یافته بودم مانع می تا قولی به کسی بدهم که نمی شناختمش. ولو اینکه طرف شاه باشد و شاه مملکت خود من باشد. پرنسس شمس که معنای خنده مرا نفهمید به گمان اینکه خندم از فرط ذوق زدگی است خودش را در به آوردن نخستین مرحله پیشنهادش پیروز احساس کرد و خندکنان گفت میدانید که برادرم هر روز از تهران با من تماس میگیرد و به هر قیمتی باشد میخواهد شما را ببیند او بی صبرانه مشتاق است و بی وقفه از شما صحبت میکند بعد نامه ای از کیفش بیرون آورد و باز کرد و خواند سریا دختر جوانی است که همانندش کم است این دختر نه تنها چیزی کم ندارد این دختر نه تنها و تعریف پشت تعریف من که منگ شده بودم گفتم شما امیدوارم شما این نامه را برایش نفرستاده باشید پرنسس شمس گفت حتما چرا که نه این اولین نامه من درباره شما نیست و بعد ادامه داد سریا شما جای خوبی در قلب من باز کرده اید. اگر همسر برادرم شوید، من بهترین دوست شما خواهم ماند. در دوران ملکه فوزیه من رنج زیادی را در دربار متحمل شدم چون فوزیه خواهرم اشرف را به من ترجیح میداد. آنها همدیگر را ترک نمی کردند و عاقبت هم اشرف بود که این وصلت را به هم زد. شمس لحظه ای سکوت کرد تا اثر سخنانش را در من ارزیابی کند. سپس با صدایی آرام گفت شما باید از خواهرم بپرهیزید او جاه طلب است فهمیدم شمس میخواهد به هر قیمتی است از همکنون مرا به سوی خود بکشاند تا با او همدست شوم و امیدوار باشد که با بردن من به سوی شاه اشرف را مات می کند. چه پیروزی بزرگی برای خواهر شاه اگر موفق شود از من یک ملکه برای برادرش بسازد خلاصه خیلی مایل است پیگمالیون من باشد او به من یاد می دهد چگونه رورانس کنم عکسهایی از والدینش و شخصیت های مهم دربار نشان می دهد و گوشه از خصلت هایشان را برایم شرح می دهد و سعی می کند که نام آنها در حافظه من بماند و روشی را که باید در برابر آنها داشته باشم برایم توضیح می دهد. با این یکی زیاد مهربانی نکنید با آن دیگری لازم است با لطف رفتار کنید و و و عجیب آنکه عکسهایی از برادرش نیاورده است که نشانم دهد آیا ترسیده همه چیز ضایع شود یعنی من از او خوشم نیاید میگوید سریا محمد رضا خیلی مسنتر از شما است قدش زیاد بلند نیست زیاد هم نمیخندد روشیست ماهرانه شمس به عمد اینها را گفت تا من در آینده شاه را بهتر از آنچه که او توصیف کرد ببینم. عجب ماکیاول دامن است این شمس. مبالغه می کند. حقیقت را دگرگون می سازد و دامش را می بافد. سپس برای تعدیل آنچه که گفت می افزاید. در عوض محمد رضا خیلی خوشقلب و با انصاف و ساده است. ورزش دوست و ورزش کار هم هست. برای اینکه او خوشش بیاید شما هم باید ورزش کنید و چون او تحصیلاتش را در سوئیس در مدرسه لوروزه انجام داده شما باید با فرهنگ و معلوماتتان او را خشنود سازید از مادرمان خیلی ملاحظه دارد شما باید به ملکه مادر احترام بگذارید برادرم دوست ندارد در مقابل مادرش خودنمایی کنید باید آشتیجو باشید و خودتان را زیاد نگیرید. برایش فرزندانی بیاورید. او دلش پسر می خواهد. سرگرمی هایتان هم باید امور خیریه باشد. شما باید، شما باید، شما باید. دهان شمس پشت سر هم باز و بسته می شود. دندانهایش و لبان بی آرام او، نگاه بی هدفش با مجگانی که دائما به هم می خورد یک سلسله پلان درشت از صورت پشت هم از یک فیلم ترسناک می آورد و ادامه می دهد باید از خواهرم دوری کنید این لازم است دلم می خواست نره بکشم و فرار کنم یا دست روی گوش هایم بگذارم که اینقدر شما باید و شما لازم است نشنوم دیگر نمی توانستم هر روز در پی روز پیش این مغز شویی پر اصرار و بیوقفه را تحمل کنم خلاصه یک روز تعطیل فرا می رسد. تعطیل از دیدار شمس. او مبتلا به گریپ شده است و بستری است و من آزاد و تنها می توانم روی سکوهای کنار رود سن بگردم و افکار مشوشم را منظم سازم. میان دو اندیشه ماندم. تفتیش عقیده از طرف شمس این میل را به من می دهد تا به مبارزه برخیزم. چرا که خود او کورکورانه مرا به سوی یک مبارزه میراند مبارزه آینده در تهران مبارزه ای که او هشدارش را پیشتر به من داد شمس بهبود مییابد و با تبسمی مرا از این بابت مطمئن میسازد همه چیز درست خواهد شد سریا امروز صبح برادرم با من صحبت کرد من به او گفتم تا دو روز دیگر به روم می رویم و پدر شما آنجا به ما ملحق می شود روم آخرین منزل ما پیش از رفتن به تهران به نزد محمد رضا است او دست مرا در دست می گیرد و نگه میدارد. احساس می کنم می خواهد به من چیزی بگوید اما تردید دارد. میگوید: محمد رضا مردی است خجالتی و ملایم و فاقد اعتماد به خود. در سایه یک پدر قدرتمند او کودکی آسانی را نگذرانده است. گاه اتفاق می افتد که بی انصافی نشان دهد و سعی می کند ارادهش را به طرف تحمیل کند. حرف های پدرم را به یاد می آورم. دخترم، تو در این مورد آزادی. بعد گفته خودم به یادم می آید. پدر، به بهانه این که مبادا موجب رسوایی شود، مرا که به زور مجبور نمی کنی. پدرم گفت، نه، به تو قول می دهم. و این گفتگوها در خاطرم می گذارد. حق با اوست. شاه هر چقدر هم مقتدر باشد، نمیتواند مرا به اجبار همسر خود سازد. این حق را دارم که به آزادی درباره زندگی آینده هم تصمیم بگیرم. روم فرودگاه چامپینو آمد و رفت مسافران صدای بلندگوها که فرود و پرواز و مبدع و مقصد هواپیماها را به زبانهای مختلف تکرار می کند. پدرم در فرودگاه منتظر ماست. مادرم نتوانست است بیاید. او در زوریخ مانده تا برادرش را که هفته سال تمام او را ندیده است ببیند. فردای آن روز پرنسس شمس مرا برای خرید کیف و کفش از فروشگاه گوچی و سپس کمی آن طرفتر برای خرید لباس از پوچی می برد. در پیاتزا ناونا گردشکی می کنیم و یک بستنی روبروی آب نمای ماره می خوریم. توقف کوتاهی در پالاتینو می کنیم و به هتل برمیگردیم. فردای آن روز 17 اکتبر 25 مهر ماه نیمه شب با یک هواپیمای کیل به قصد تهران پرواز می کنیم. کمپانی هوایی هلندی به طور استثناع دو جای خوابیدن برای شمس و من در هواپیما ترتیب می دهد. در یک روزنامه چاپ روم که از مجله فروشی فرودگاه خریدم، در یک نوشته کوتاه می پرنسس شمس خواهر شاه ایران همراه با مادمازل سرعیه اسفندیاری نامزد شاه توقف کوتاهی در روم داشتند. اولین بار است که نامم را می بینم که در روزنامه ای چاپ می شود. لحظاتی پیش از پرواز ما مهمان سفارت ایران بودیم و سفیر مرا همچون یک مادمازل ندیمه ساده پرنسس شمس تلقی کرد. پس آیا از آنجا بوده است که این خبر به روزنامه ها درس کرده؟ من که از انتشار این خبر چندان راضی نبودم. آرام روزنامه را تا کرده و به زیر سندلیم لغزاندم تا امویم از عد بختیاری که حسب اتفاق در همین هواپیما سفر می کرد آن را نبیند. امویم هم نمیدانست که من به چه مناسبت به تهران سفر می کنم. از این فکر خون در رکایم منجمد می شد که آیا می خواهند به زور وادارم به ازدواج کنند؟ همیشه ورودم به تهران را با کمترین جزئیاتش در خاطر دارم. 26 مهر ماه ساعت ده صبح فرودگاه مهراباد دستور داده بودند که منتظر بمانم تا تمام مسافران از هواپیما پیاده شوند بعد نوبت من شود در حالی که در صندلیام ماندهام فقط میتوانم بیرون یعنی پایین را نگاه کنم پرنسس شمس را میان دو برادرش که همراه با همسرا نشانند میبینم در آن سوی خیابان باریک پدرم را میبینم که از دور به من تبسم میکند بیشک برای اینکه به من جسارت بدهد آیا او هم مثل من در این لحظه این جمله از هزار و یک شب را به خاطر می آورد؟ شهرزاد که کتاب ها و تمام نوشته ها را خوانده بود تعدادی قصه و حکایت در حافظه داشت روزی به پدرش گفت ای پدر می خواهم اندیشه های پنهانم را بر تو آشکار سازم آن روز در پای پانزده پله که از پنجره هواپیما ها را شمردم سرنوشت در انتظارم بود و من چندی های پنهانی که در سر داشتم. همانها که یک دختر جوان در اوقات اندکی پیش از زن شدن در ذهن خود می پروراند. ناگهان زنی فربه نفسزنان وارد هواپیما می شود و به من خوش آمد می گوید. او ام فروغ زفر است همان فرشته نیکوکار که مثل علاءالدین مرا از چراغ سهرامیز که دوربین عکاسی پسر امم گودرز باشد بیرون کشید و به دنبال او دکتر ایادی پزشک مخصوص شاه وارد می شود و می گوید سلام سریا خانم با خجالت پاسخ می دهم سلام آقا آن روز نمیدانستم که دکتر ایادی بعدها دوست منصفی برایم خواهد بود پس از آنکه وارد اتومبیل لیموزینی که پای هواپیما توقف کرده است میشوم به سوی خانه امیر حسین خان برادر فروغ زفر به راه میافتیم پدرم به من گفت با رضایت من تو در خانه امیر حسین خان میمانی در میان تمام بختیاری های تهران امیر حسین خان از احترام ویژه دربار برخوردار بود. برنامه ها تمام تنظیم شده بود و من باید خودم را با آنها تطویق بدهم. ویلای امیر حسین خان را به خاطر ندارم که هیچ کمتر از آن اتاقی بود که فروغ زفر مرا برای رفع خستگی به آنجا راه نمایی کرد چیزی در ذهنم نمانده است. از باز کردن چمدانهایم آسوده می شدم که صدای زنگ تلفن بلند شد. برای دوشیزه اسفندیاری ممکن است امشب نزد ملکه مادر بیایند. ترتیب یک شام کوچک خودمانی داده شده است که ایشان هم باید حضور داشته باشند. دعوت کاخ در حالی که من قصد دارم فراغت خود را میان دو پرانتز استراحت قرار دهم، پرنسس شمس که انگار موی او را آتش زده اند ناگهان در اتاقم ظاهر می شود. چطور توانسته است به این زودی سر برسد؟ او اوقات مرا بر هم می زند و مجبورم می کند تا ذهنم را از اندیشه های گذشته به زمان حال بیاورم. ای داد که یک ثانیه هم نمی توانم در افکار خودم قوته بر باشم. لباس هایم را روی تخت خواب زیر و رو می کند و می گوید این پیراهن را بپوشید. و حالا آرایش کرد. دو ساعت تمام نشدنی جواهر، عطر، آرایش مسابقه سرعت با اقربه های ساعت شمس اضافه می کند روج لبش خیلی کم باشد بگذارید من درست کنم شمس یک مگس مزاحم رورانس که یادتان هست خیلی پایین برای شاه خفیفتر از آن برای ملکه مادر و به سوی تاج الملوک به راه می افتیم. خانم سالخورده مرا در سالن میپذیرد. پذیرد. دوروبرش را برادران و خواهران شاه گرفتند. ملکه مادر مرا میبوسد، بعد از او پرنسس اشرف و سایر زنان که برایم ناشناسند. تماس سنتی صورت با صورت من را انجام می دهند. ترسی مرا در بر میگیرد. از همه ظریفتر فرمول های آداب است که باید ارائه گردد و دریافت شود و خوشبختانه من از کودکی با این سنت های ایرانی آشنا هستم که عبارت است از احوال پرسی و جویا شدن از جزئیات سلامت مخاطب و کسانش با زبانی چرب و نرم ناگهان صدایی از یکی از خادمان شنیده می شود علا حضرت شاه وارد می شوند این کتاب ادامه دارد.